انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. بیگمان ما این قرآن را فرو فرستادیم و بیگمان نگاهبان آن خواهیم بود. در بخش پیشین این برنامه سخن از پرسش‌هایی گفتیم که درباره گردآوری قرآن پیش کشیده می‌شوند. چرا رونوشت‌های مصحف عثمانی دارای اشتباهات املایی و اختلاف بودند؟ چرا هنوز حتی مصحف کاملی که همه ی کارشناسان بیگمان اون رو متعلق به اواخر سده اول بدونند یافت نشده؟ پاسخ به این پرسش‌ها نیاز به شناخت بیشتری از سرگذشت قرآن داره. عرب به آوانگاری و حتی نقطه گذاری حروف نیازی نداشته است. موسیقی و اسلوب کلام عرب سخنگویی را که عرب زاده شده و در محیط و فرهنگ عرب پرورش یافته باشد از خواندن قرآن خارج از اسوات درست باز می‌دارد. از این رو کوشش برای تنظیم نحو و نقطه گذاری و تجوید و آوانگاری قرآن را به مردم غیر عرب و از جمله ایرانیان نسبت دادند. البته پایه آن مربوط به ابوالاسود شاگرد حضرت علی بود. همه این اقدامات برای صحیح خواندن قرآن و سرانجام رسیدن به شیوه یگانه‌ای برای خواندن آن بوده است. اما بزرگان و خردمندان عرب چه بسا تنها بر این سر نظارت داشتند، چنان که در برخی نوشته‌های تاریخی درباره نقش علی ابن ابی طالب علیه السلام در تبیین و تنظیم قوانین ادبی و پیشرفت خط خواندیم. و در نهایت در پایان سده سوم هجری آوانگاری نسبتاً کامل و خط عرب تدوین شد و کمال واقعی آن را تازه در سده پنجم می‌بینیم. در نتیجه می‌توان این گونه استدلال کرد که با توجه به عدم صلاحیت فنی خط عرب در نیمه نخست سده اول، مصحفی که به گفته تاریخ نویسان به دست یاران دیرین پیامبر و زیر نظارت ابوبکر، عمر و عثمان و با پذیرش و تأیید علی علیه السلام گردآوری و تدوین شد، تنها توانست ساختاری باشد برای قرآن‌هایی که از آن پس نگارش می‌شدند. این مصحف به راستی به کار اقوام غیر عرب از جمله ایرانیان نمی‌آمد. این پاسخی است به برجان ماندن مصحف‌های عثمانی، چرا که نوشتن روز به روز شکلی تازه به خود می‌گرفت و ارتقا می‌یافت و فرم ابتدایی‌تر و پیشین دیگر به کار خوانندگان نسل‌های پسین نمی‌آمد. و هم اینچنین است که پاره‌های بسیاری که از قرآن نویسی‌ها یافت شده‌اند به اندازه شماری که دارند متنوعند و اسلوب واحدی را پیروی نمی‌کنند و دارای اختلافات بسیارند. سرانجام در اوایل سده چهارم هجری خطوط ریحان، ترقی، رقا، سلس و نسخ به دست و تراش فردی به نام محمد ابن علی ابن حسین ابن مقنه با تلفیق زیباشناسانه تنوع خطوط پاره‌های قرآن آفریده شدند. پدیده کتاب نویسی گسترده تنها در این سده بود که رخ نمود. کم کم در این سده قرآن‌های کاملی یافت می شود که در میان دو جلد تدوین شده و پراکندگی خطوط و آوانگاری در آنها اندک است. در یک بررسی فراگیر از پاره‌های یافت شده قرآن تا سده چهارم هجری، آنچه شگفت‌آور است عدم وجود یک مبنای واحد در نوشتن آن پاره هاست. در همه این رقعه نویسی ها دخالت سلایق و انگیزه های شخصی و عدم وجود یک روش استوار موج می زنند. آیا مردمان غیر عرب که به راستی موتور محرک اوج گرفتن خط عربی بودند به نسخه از قرآن عثمانی دسترسی نداشتند؟ آیا اون گروه یکسانسازی انگیزش ایجاد یک مبنای یگانه از قرآن نبود؟ پس چگونه است که همه پاره های یافت شده از قرآن دارای اختلافات در روش و نگارشند؟ این پرسش ها را کسی تا کنون پاسخی پردامنه نداده است. اعتبار پاره های قرآنی یافت شده به راستی اندک است. نخست از برای اینکه این پاره ها چیزهای شخصی و دست نوشته هایی از غیر عربند. این پاره ها حاصل دغدغه‌های حافظان غیر عرب قرآن است تا آنچه از برداشته اند بر پوستی بنگارند. این پاره ها و اختلافات میان آنها خدشه‌ای به آنچه در حافظه یاران دیرین پیامبر بود وارد نکرده و در آنچه بر صحیفه ها و سنگ ها و پارچه ها به دستور پیامبر و به دست نویسندگان نوشته شده بود خلالی ایجاد نمی کرد.
این یافته ها هیچگاه نمیتواند نشانه ای از تحریف و دستبرد به مصحف قرآن باشد. در نتیجه گرچه این پاره ها بسیارند ولی ارتباطی با تحریف و دستبرد نمیتوانند داشته باشند. پیش از آن که به ساختار قرآن بنگریم باید گفت یکی از روشنترین گواهان بر عدم دستبرد به متن قرآن باقی ماندن تمامی اشتباهات و اختلافاتی است که بر سر برخی واژه‌های قرآن در سده نخستین هجری بوده است. این خود گواه این حقیقت است که هیچ کس دست به چنین ویراستاری و گزینشی درباره این واژه‌ها نزده است. این خودداری بیگمان و بیش از هر چیز نتیجه تلاش‌های خاندان پیامبر در تکیه بر مصحفی بود که توسط حضرت علی گردآوری شده بود. چرا که اگر بر سر این کتاب اختلاف میان بزرگان دین بالا می‌گرفت و دست به ویرایش متن قرآن می‌زدند، اکنون روشن نیست که چند برداشت از قرآن در دسترس مسلمانان بود. شایان توجهی که پیامبر نخستین کسی است که بر نوشتن قرآن و آموختن خط تأکید ورزیده و به همین روی مردم عرب در نگارش قرآن همت عالی گماشتند. 15 سال پس از درگذشت پیامبر، مصحف‌های کمیته یکسانسازی قرآن به سرعت جای خودش رو در میان مردم باز کرد و از روی آن رونوشت‌ها گرفتند و بیگمان آنچه از مصحف‌ها تا به امروز مونده به هیچ کم و کاست یا افزودن همونیه که در سده نخست هجری در میان مردم خوانده و نوشته و به کار برده می شود. چه بسا هنوز پرسشی در اینجا باقی باشه. اگر مصحف‌های عثمان نابود شده و از میان رفته اند، چگونه می توان به این باور رسید که قرآن‌های پس از آن به هیچ کم و کاست همون قرآن هستند؟ این پرسشی که در برنامه آینده درباره اون بیشتر سخن خواهیم گفت. درباره اشتباهات املایی نیز پیشتر گفتیم که خط تکامل نایافته بود و روش یگانه و همسانی نداشت. شاید سبب شگفتی باشد اگر بگوییم با پژوهشی در رسم الخط عثمانی به 7000 اشتباه املایی برخورد می‌کنیم. اشتباهاتی که در درازه‌های صده‌ها با ریزبینی و سخت‌گیری تمام ویرایش شدند. آنچنان این موضوع حساس بود که در آن زمان و پس از آن برخی اشتباهات رسم الخط عثمانی را حتی دارای حکمتی پنهان می‌دانستند و دست بردن در آن را ناروا می‌شمردند و در اثر تعصب جاهلانه‌ای که درباره دست نخورده باقی ماندن متن قرآن داشتند، بسیاری یاوه‌ها در توجیه این گفته می‌آوردند. هدف از ذکر این موضوع بیان حساسیت موجود در میان مردم درباره نگارش قرآن است. درباره نوشتن آیاتی که بر پیامبر فرو فرستاده شده بود، سختگیری بسیار زیادی وجود داشت. این سختگیری ریشه در تجاربی داشت دیرپا که به زمانه پیامبر باز می‌گشتند. برای نمونه یکی از این رویدادها چنین بود. در کتاب ابن عسیر اسدالقابع آمده که اولین قریشی که کاتب وحی شد عبدالله ابن سعد ابن ابی سعد بود. وی بعدها مرتد شده و به پیامبر تهمت سهل‌انگاری در وحی می‌زد. اما حقیقت این بود که خود در کتابت وحی در دو کلمه دست برده بود و برای آن که انگ این خطاکاری را به جان نپذیرد پیامبر را متهم به آشفتگویی کرده بود و می گفت هر وقت او یعنی پیامبر را بر می گرداندم که انتهای آیه چه بود، می گفت عزیزون حکیم. بعد می پرسیدم علیمون حکیم نبود؟ او می گفت چرا، همه درست است. بعد از ارتداد او در خدمت سران قریش در مکه علی پیامبر و دروغ بودن وحی جنگ روانی شدیدی راه انداخت. قبل از فتح مکه خون او به سبب این دروغگویی های کینتوزانه هدر اعلام شده بود. اما هنگام فتح مکه عثمان که برادر شیری او بود درخواست مهر و بخشش کرد. پیامبر سرانجام وی را بخشید و سرنوشت این دروغ پرداز این بود که در زمره جیره‌خواران معاویه در سال 37 هجری مرد. قرآن این معجزه زنده در تمامی دوران ها کتابی است که باید توصیف آن را از زبان کسانی شنید که آن را به کار بستند، در عمل پیاده کردند و در آن رسوخی بیش از همگان داشتند. کسانی چون علی بن ابی طالب،
که قرآن ناطقش می‌خواندند. و نور المقتدا بهی ذالک القرآن فاستنطقوه ولن ینطق. آن نور راهبر و راهگشا که پیامبر آورد قرآن است، آن را به حرف آورده گویا کنید، زیرا هرگز قرآن به خودی خود گویا نمی شود. کتاب قرآن تنها سند بی خدشه ایه که به رغم تمامی اختلافات و شاخه ها و طریقت ها و مذاهب و فرقه هایی که در اسلام پدیدار شدند، مسلمانان و حتی پژوهندگان غیر مسلمان بیگمان بر در امان ماندنش از دست تحریف همساز و یک نظرند. در بخش دیگه این برنامه به توصیف قرآن از دیدگاه علی ابن ابی طالب علیه السلام و ساختار نهایی اون و برخی واژه‌ها در فرهنگ قرآن خواهیم پرداخت.